اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. چرا خنده گم شد به روی لبانت؟ چرا خاموش از گفته مانده زبانت؟ عزیزم چرا چشمهایت غمین شد؟ چرا ناله می آید از بوسه زار دهانت؟ تو زیباترین منظر عشق بودی، نه تنها وطن، قاره‌ای در جهانت. به البرز دنیای دیروز و امروز، به مازندران رستم جاودانت. خلیجت همه فارس نام تو در یاد، همه سوی عالم پر از عاشقانت. عزیز دلم من تو را دوست دارم، تویی هستی من، منم بندگانی. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 28 ژانویه، 9 بهمن ماه، به شما سلام. واقعا افسردم، این اخبار وطن دل گرفتم میکنه. وزیر خارجه جدید آمریکا میاد صحبت میکنه، همه جا یک اشاره مثبتی، همه جا به این که فردایی بهتر هست. تو عراق دولت با اقتدار نوکرای جمهوری اسلامی رو سرکوب میکنه و از سازمان ملل میخواد بر انتخاباتش نظارت کنه. مردم افغانستان در برابر هیولای طالبان میکوشند با اتحاد و وحدت. موجودات حیوان صفت رو کنار بذارم، وقت جمهوری اسلامی دعوتشون میکنه به تهران. قطر کم بود، حالا بیان تهران. آقای ظریف هم به گدایی میره به مسکو. چقدر شرم‌آور که برن واکسن از مسکو. 2 هفته وقت من نبود که همراه دوست نازنینم دکتر محسن سازگارو باشم، و امروز هستیم و پر از هر. درود میفرستم به دکتر سازگاره عزیزم و خوش آمدید. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. واقعا خوشحالم از اینکه شما رو خوشبختانه سلامت و سرحال مثل همیشه میبینم. من موظفم خدمت شما سلام و احوالپرسی خیلی از بیننده ها رو برسونم که من رو میشناختن و با من تماس داشتند و نگران حالتون بودن. امیدوارم که دیگه رنگ کسالت و مریضی نبینید و به قول معروف تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. ممنونم. خدای عاشق مراقب ما هست، چون میدونه به خاطر عشق به اون سرزمین و اون مردم روز و شب تلاش میکنیم و صدای ما، تلاش ما در خدمت به اون مردم. دکتر سازگارا، تمام اعمالی که علی خامنه‌ای انجام داد تو این 30 اندی سال، و حالا دوران ریاست جمهوریشو میگیم کاری نبود و اینجور هم خودشو نشون ند، ولی این چند 2-3 هفته اخیر حقیقتا مصدر نفرت شد. یعنی این جملاتی که راجب واکسنی گفت، ملتی که داره روز به روز تلفات میده، روز به روز عزیزانی دارن به قتل میرسن، به قتل میرسن، چون اینجا دولت عمد داره میکنه. بعد وزیر بهداریشون میاد با اون طرز احمقانه توجیه میکنه که پدری تشخیص داد این برای مردم، مثل که آدامس میخواد بده، یا نمیدونم به پسرش میگه پنیر زیاد نخور. مرگ و زندگی در من. چطور شما ارزیابی میکنید
این رفتار سید علی خامنه‌ای رو در پایان او. والا آقای دکتر نوری‌زاده، قصه واکسن کرونا هم علنی در همین برنامه هم خصوصی من خدمت شما عرض کردم، شاید از 2 ماه قبل که واکسن قطعی شد که تایید شده واکسن فایزر، من واقعا کمر همت بستم به همراه دیگرانی در این شهر واشنگتن به هر قیمت شده ما این واکسن رو در اسرع وقت به مردم برسونیم. فایزر 10 روز بعدم واکسن مادرنا به بازار آمد، تایید شد که هر دو واقعا اونطوری که متخصصین میگن شاهکار واکسن سازی هستن، برای اینکه تکنولوژی نوعی دارن و تأثیرشون بالای 95-6% هیچ خطر ابتلا درش نیست، برای اینکه در واقع اساسا ویروس نیست بلکه اون به اصطلاح آر ان ای ویروسه که و اون رو شرک میدن، به همین دلیل هم درجه حرارت پایین میخواد و او رو تزریق میکنن، ولی تمام تأثیرات یه ویروس رو داره، یعنی بدن آماده میشه که با اگر ویروس اصلی آمد مقابله کنه. من اینجا چون اول بار آقای همتی گفت که این تحریم ها مانع، من میدونستم دروغ میگه به صراحت، اتفاقا در همین برنامه خدمت شما عرض کردم آقای همتی دروغ میگه و دنبال کردیم دیدیم اصلا همچین چیزی نیست. کافی بود که پول رو بفرستن به حساب اون 3 تا بانک سوئیسی، از اون محل غذا و دارو آزاد بود بخرد، واکسن رو میشد بخرد ولی بهانه آورده بودن اگه وسط راه آمریکا پول ما رو بدوزه چی میشه، به کره گفته بودن و بعدم معلوم شد دروغ گفته بودن، خودشون هم در واقع اذعان کردن که دروغ گفتن. از اینجا وارد ماجرا من شدم آقای دکتر نوری‌زاده، هر کسی رو در ایران میشناختم، هر کس و ناکسی رو، در وزارت بهداشت، در دولت، در رئیس دفتر آقای روحانی، در به واسطه البته نه مستقیم، نمیدونم خود آقای جهانگیری، هر کسی رو میشناختم اغراق نیست بگم التماس کردم که آقا این یه موضوع رو از موضوع فساد و دزدی بیرون بذارید، از موضوع سیاسی بیرون بگذارید، بگذارید که در کوتاه‌ترین زمان ما اینها رو سفارش بدیم برای مملکت، هر جا گیر کرد ما ضامن، اگر تو این شهر واشنگتن تیکه و پاره نکردیم اداره خزانه داری و هر کیو هر کاری میخواید بکنید، بذارید این به مردم ایران برسه، برای اینکه یه مسابقه است تو دنیا، هر کی زودتر سفارش بده زودتر دریافت میکنه و هر یه روزی که تأخیر بشه مساوی است با مرگ صدها نفر، روزی دست کم 1 گاهی تا 4 معادل 4-5 تا هواپیما انگار سقوط بکنه، از مردم ما میمیرن، به اضافه اینکه مملکت خابیده، فقر، گرسنگی، بیکاری، همه جا آقای دکتر به دیوار خورد. من از کمرکش کار فهمیدم که وقتی خصوصی به اصطلاح با دوستان ما که دنبال میکردن تو ایران میگفتن آقا بیت رهبری، فهمیدم که خب این کار تو بیت رهبری گیره، شخص آقای خامنه‌ای دستور داده که این رو نباید بخری. دکتر سازگاره این معلول ذهن بیمار اوهام زده است یا نه این اجرا شدن یه سیاست یه استراتژیه؟ این برای من خیلی مهمه. یه وقت یه آدم بیمار روانیه این شرایط رو برای رهبری از دست داده و اون جماعت خورپرفه مجلس خبرگان بعد برکنارش کنن، برای که یه آدم داره با جان ملتش بازی میکنه، داره با مساله عالیه ملت بازی میکنه. یه وقت نه این یک سیاسته، اینا در نزدیکی با روسیه و در نوکری روسیه حتی تا اونجا میرن که جان ملت چشون رو هم گروگان میگذارن. اینا رو من میخوام خیلی برای مردم آشکارا بیان کنم. آقای دکتر هر دوشه، من از و یه سومی هم داره، اونم فساده. ببینید نه. اولا به قول یه دوست ما سالها پیش حرف خوب میزد، میگم من به این نتیجه رسیدم با مطالعات، همه دیکتاتورها به خصوص وقتی که از 10-15 سال بیشتر در مصدر کار میمونن دیوانه میشن و راست میگن، همه دیکتاتورها
ضعف‌های شخصیتی بزرگ دارم. به قول اون کتاب خودکامگی، روانشناسی خودکامگی، همه‌شون ضعف‌های بزرگ شخصیتی دارن و در واقع به شدت آدم‌های ضعیف، ترسو، بزدل و در مراحل روانی هستن که از ملت انتقام می‌گیرن. آقای خامنه‌ای دیوانه زنجیری قطعاً هست. یعنی از من بپرسید، نه الان، سالهاست معتقدم عقل سلیمی نداره. تنها عقلی که داره آدم کشی، کشتن، سرکوب و اون تصورات بیمارگونش از دنیاست. اما این دیکتاتور مریض، پیرمرد دیوانه‌ای که بر کشور حاکمه، تا خرخره به روسا وابسته است. آقای ولایت در محافل درون حکومت، من این رو به ضرس قاطع عرض میکنم، از خود حکومتی ها در محافل درونیشون شک ندارن آقای ولایتی عامل روسا. اصلا مثلا یه حرفی رو میخوان بگن که مطمئن باشن روسا میشنون یا نخوان بشنوه، جلوی ولایتی میگن یا نمیگن. بنابراین و ایشون رفیق منقل آقای خامنه ای، ایشون 13 تا نمیدونم 17 تا 15 تا شغل داره، از جمله بیمارستان مسیح دانشوری که سانتر اصلی مبارزه با کرونا. و ایشون این به اصطلاح تبلیغاتی رو که روسا علیه واکسن فایزر و مادرنای امریکایی شروع کردن، مثل دوره جنگ سرد، این عادت قدیمی روساست دیگه که هر پیشرفت علمی در غرب و دنیای آزاد رو به زیرابش رو بخوام بزنن بگن ما بهترش رو داریم. یادتون هست که دهه 60 میلادی سر موشک، سر نمیدونم هر چیزی، روسا سعی کردن بخوان بگن که ما بهترش رو داریم، غرب نمیدونم عقب افتاده است و انتقادات درست کنن با دستگاه تبلیغ. این تبلیغاتی رو که من در سایت ها و خبرگزاری های روسی دیدم، این اونا رو آقای ولایتی نقل کرده با آقای خامنه‌ای و ایشون در صحبتش نقل کرده. دی ان ا رو تغییر میده. اصلا این تکنولوژی، این واکسن بیو انتک آلمان و فایزر امریکا یا دومی انایچ امریکا و مادرنای امریکا، اصلا ربطی به دی ان ا و اینا نداره. یعنی اینها، بنابراین دومیش این شما میگید، بله، این از اسارت در چنگال روسیه و پوتین از نزدیکترین آدم های آقای خامنه‌ای و شخص خودش و پسرش موضوع جدی است در مملکت. موضوع سوم فساد های دکتر. اینا از پول خرید واکسن هم نمیدن. یعنی الان که از سینووک چین سفارش دادن، از معلوم نیست کدوم جهنم دره، یک کلمه هم راستشو نمیان بگن ما از کجا قراره بخریم. الان آخرین چیزی که من دیدم این است که آسترازنکای انگلیسی سوئدی رو، قسمت آستراش که انگلیسی بوده رو برداشتن، چون آقا گفتن واکسن انگلیسی نخریم، میگن از زنکا مثلا میخریم سوئدیه. بعدم سوئد که نمیسازه، که الان هند که بزرگترین واکسن ساز دنیاست اعلام کرده در 6 تا کارخانه بزرگش این تکنولوژی آکسفورد در واقع آسترازنکا رو میخواد تولید کنه، احتمالا میخوان از هند بخره. خود هند حالا تولید بکنه 300 میلیون نفر میخواد واکسیناسیون بکنه به دلیل جمعیتش، حالا باید برای خودش تولید کنه. یعنی هر روز یه چیزی میگن، هر روز افنا. اما ریشه شخص آقای خامنه، ایشون شخصا مسئول بوده و این بنیاد برکت رو که زیر نظر ایشونه، آقای مخبر که شو درست میکنه، دخترشو برمیداره میاره، خدا میدونه حالا ویتامین بهش زدن، آب مقطر زدن یا جلوی دوربین آی ما داریم امتحان میکنیم، واکسن داخلی میسازیم. من نمیگم میشه ساخت، همون اولم یک دوستان متخصص ما گفت بچه های ایران در اون تکنولوژی هستن بسازن، ولی میتونن حد اکثر تکنولوژی 100 سال پیش واکسن، قدیمی واکسن رو که به اصطلاح واکسن ویروس ضعیف شده یا کشته به اصطلاح رو تزریق میکنن، اون رو به دیولپ کنن، میتونن مثلا موثر 70% 80% موثر. ولی اصل واکسن سازی آقای دکتر، همه متخصصا میگن این نیست که شما حالا تکنولوژی قدیمی رو به کار ببرید یا تکنولوژی آکسفورد که یه درجه جلوتره یا تکنولوژی فوق پیشرفته فایزر و
یا مادرنا رو به کار ببری. اصلش این است که در مراحلی که داری آزمایش میکنی، از اون اولین مرحله که تو آزمایشگاه کار میکنی، هنوز به انسان نرسیدی، باید پیپر علمیشو منتشر کنی دنیا ببینه، بعد تعداد محدود، بعد مثلا چند صد نفر که دو گروه میکنن به زیر نظر بشن، و بعد به خصوص مرحله‌ای که 30-40 هزار نفر رو تحت آزمایش قرار میدن، به نیمی تزریق میکنن، به نیمی آب مخطر میزنن، به اصطلاح شبه واکسن میزنن، بعد لحظه به لحظه بعد همه احوال اینا رو ثبت کنی و اینها رو منتشر کنی، مراکز دنیا ببینن. مثلا در امریکا وقتی فایزر 60 صفحه همه این مراحل رو منتشر کرد، یک جلسه نهایی هم یه تیم 15 نفره از طرف FDA بررسی میکنن، بعد یه جلسه نهایی درش رو به همه متخصصین باز بود و میتونستم قبلا وقت بگیرن. بعد جام آکسفورد هم ببرن دقیقاً کشورهای غربی دموکراسی. علت این که اعتماد بهشون هست این است که شفاف، روشن، نمیتونن پنهان کنن، نمیتونن دروغ بگن. بنابراین میشه وقتی FDA در نهایت میگه، تازه در امریکا یه درجه هم اون طرف تر کنگره امریکا مجددن هم FDA هم فایزر هم مادرنا رو صدا کردن. من خودم تو رادیو گوش میکردم، یکی یکی مو رو از ماسک کشید، کمیته بهداشت مجلس نمایندگان همه رو چیز کن، بعد اجازه میدن تزریق. به همین دلیل قابل اعتماده و علمیه و مطمئنه. اون وقت همه اینا رو رها کردن، حرفای مزخرف. آقای خامنه‌ای به چه جرأتی، به چه اصلا، حتی همین قانون اساسی، به قول یک خانم حقوقدانی گفته بود آقا به موجب همین قانون اساسی های خامنه‌ای شما اختیار نداری بیای به جای 80 میلیون ایرانی بگی من ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع میکنم. آخه چی کاره هستی به جای یه ملت تصمیم بگیری؟ دکتر سازگارا، این جنبه که شما میگی به نظر من خیلی مهمه. دوستمون آقای دکتر شعله سعدی دیروز یک ادعانامه علیه خامنه‌ای منتشر کرد همین تلویزیون ما و اعلام کرد که خامنه‌ای باید محاکمه بشه به عنوان مجرم علیه بشریت. تبرزدی هم در تهران خطاب به او گفت این حرفا رو. شما و بنده و اینام که از مدت‌ها قبل دنبال این قضیه هستیم، اما یه نکته به نظر من میرسه خیلی قابل تأمله. این عوامل و عرازل جمهوری ولایت فقیه، اینا برای توجیه گفته و کرده ناسواب و نادرست سید علی آقا توجیهاتی میکنن که شگفتی ها. یعنی شما فکر میکنید آقای دکتر نمکی بالاخره یه طبیبه، قسم خورد. آخه این سوگندنامه ارزش داره. دکتر حفیظی ها پای این جان سپردن، دکتر شیخ حسن خان ها، دکتر میرها، دکترهای بزرگی که پایبند بودن به این قسمان. وقتی مردک میاد تو تلویزیون شنیدی چی گفت؟ نمیدونم بچه ها دارن الان پخشش کنن. وقتی میاد توجیه میکنه پدری بله صلاح بچه هاشو در این میبینه که آخه مگه پدر به بچهش میگه آقا کوچه ندو که نخوری زمین، ولی تو داری با جان و با زندگی یه ملت بازی میکنی. آیا واقعا آقای دکتر سازگارا این نمادی از جنایت علیه بشریت نیست؟ آخه به کجای دنیا باید فریاد زد؟ والا من اتفاقا با حقوقدانای بین المللی چک کردم، من چون حقوقدان نیستم، که آیا میشود به استناد قانونی در مقررات بین المللی بکشه رهبران حکومت رو آدم به دادگاه های بین المللی با اتهام کشتار جمعی یا با اتهام جنایت علیه بشریت؟ واقعیتش اینیست که بندهایی گفتن قابل استناده، بندهایی رو میشه کرد، اگرچه واکسیناسیون نیست در قوانین بین المللی، یعنی مبحث جدیدی میشه که یک دیوانه در یک کشور جلوی واکسیناسیون رو هم بگیره، ولی گفتن عملی هست. من حالا پیچ و خم حقوقیش رو نمیدونم، نمیشناسم، ولی گفتن که بله امثال آقای دکتر موسوی که تحصیلاتشون حقوق بین الملله و قوانین بین المللی رو ایشون مثل کف دستش میشناسه خیلی خوب میتونه. من با
واقعیتش با حقوقدانای اتفاقا با ایشون هم مشورت کردم، با حقوقدانای دیگه هم مشورت کردم، یکی دو نفر دیگه هم که میشناختم. من دوست امریکایی حقوقدانی دارم، سالهاست با هم دوستیم و دوستان خیلی خوبی در جامعه حقوقدانان امریکا داره، با اونها هم مشورت کردم. میگن میشود یک کیسی باز کرد، ولی حالا ببینید آقای دکتر، کیس و اینها مال دعواست که باید کرد. این حکومت ده ها مورد دیگه مثل کشتار سال 67 یا کشتار آبان 98 رو در پروندهش داره که روشن مصداق جنایت علیه بشریت. یعنی در آبان 98 وقتی دستور شلیک و قصد کشت رو دادن، شورای عالی امنیت ملی ایران تصویب کرده و آقای خامنه‌ای فرمانده کل قوا بوده، این از روشن در قوانین بین‌المللی از مصادیق جنایت علیه بشریت، وقتی شما به مردم شلیک کنی به قصد کشتن. و ده ها نفر از 2236 نفری که در آبان 98 به گلوله مستقیم کشته شدن، از پشت مورد هدف قرار گرفتن، به مغزشون شلیک شده. یعنی هیچ جای شبهه‌ای نمیگذاره که به قصد کشت شلیک شده. بنابراین این حکومت برای محاکمه شدن موارد زیادی داره، این واکسن بله. الان فوری ترینش نجات مردم. من واقعا خدمتون عرض کنم، یعنی از مواردی است که به شدت وقتی صحبت میشه هم عصبانی میشم هم غمگین میشم، برای اینکه هر چه تلاش کردیم آخرش به دیوار مرد دیوانه فاسد و وابسته به روسهای خوردیم که جلوی یک سلامتی یک ملت رو گرفته. و مردم ما به قول یکی از نزدیکان من میگفتش که ما در ایران فعلا گروگان آقای خامنه ای، گروگانی باید. که باید هوای آلوده سرطانزا تنفس کنیم، پروژه اتمی بی حاصل و بی سرانجامش ما رو گرفتار تحریم کرده، سیاست های منطقه‌ایش ما رو به تنگنا انداخته، و از اون طرف هم بیماری کرونا قربانی فساد و وابستگی دیوانگی خامنه ای شدیم و یه ملت رو ایشون به اسارت و گروگان گرفته. به هر صورت این قصه بسیار غم انگیزه، بسیار غم انگیزه. و من البته راستشو بگم، بعد از اینکه حتی رفتم دنبال اینکه اگر پول مسئله ای از محل 12 میلیارد دلار جریمه ای که امریکا بانک های دنیا رو کرده برای نقض تحریم های چندین کشور از جمله ایران و در حساب خاصی نزد اداره خزانداری است، اجازه خرجش رو باید کنگره امریکا بده، رفتم حتی از این محل بدون پول، یعنی مجانی کاری بکنیم امریکا از این محل پول واکسن رو بده به فایزر و مادرنا و احتمالاً آسترازنکا و این رو بفرستیم مجانی به ایران از طریق صلیب سرخ. آقای دکتر حتی در این مسیر به دیوار خورد، یعنی وقتی آه از نهادم در اومد که خامنه‌ای دیگه اومد صاف، چون اینم پیغام کردم که آقا اصلا فراموش کنید ما میریم دنبالش، اینو مجانی بفرستیم ایران، صلیب سرخ بیاره برسونه به بیمارستانا یا سازمان بهداشت جهانی که وظیفه‌شه و برسه به دست مردم. یه مرتبه دیدم آقای خامنه‌ای علنی اومد نشست گفت من ورود واکسن آمریکا انگلیسی رو ممنوع می‌کنم، یعنی دیگه حالا مجانی هم واقعا آه از نهادم در اومد و از مواردی بود در زندگی، چون من آدمی هم عادت دارم وقتی کاری رو دنبال میکنم با تمام توان برم و بشود، از مواردی بود که واقعا نشستم رو زمین گفتم دیگه زورم نمیرسه، زورم به این پیرمرد دیوانه وابسته فاسد نرسید. دکتر سازگار، چون خیلی مسائل دیگه هم داریم امروز باید بهش برسیم، اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم و برسیم به آقای بایدن، به دولت جدید، به فضای واشنگتن، وزیر خارجه جدید بودن افرادی که میشناسیمشون و آقای ویلیام برنز از شخصیت هایی که من بسیار بهش احترام میذارم، دو سه بارم با ایشون ملاقات کردم و دوست دارم یه مقدار راجع به اینا صحبت کنیم و مردم آشنا بشن که با چه دولتی روبرو هستن. درنگ کوتاهی میکنیم و باز. بسیار عالی بود، بسیار زیبا بود. دکتر سازگار عزیزم،
تو خبرها دیدم نجم خانم میراخوری یک بانوی 61 ساله رو به جرم عضویت در سازمان فدایان اقلیت به 5 سال زندان محکوم کرد. اولا باید این سازمان فدایان اقلیت، مگه سازمان مسلحه؟ مگه مثل مجاهدین کار تروریستی میکنه؟ یه سازمان فکریه، هم اقلیت هم اکثریت هم گروه های دیگه شون بیشتر تبادل فکر میکنن، در تمام این جریانات تبادل فکری شرکت دارن و خودشون هم اعتقاد دارن که خطاهایی کردن، الان زمان آنه که راه ملی رو دنبال کنن. بعد یه بانوی 60 ساله رو شما فکر کنید این دندان تیز کردن برای چیه؟ آخه این حیوانی بازی با یک زن 61 ساله برای چیست؟ من اینو از شما میپرسم به این دلیله که 10 سال با اینا زندگی کردی، این حیوانات رو بهتر میشناسی. من یه سال و نیم بیشتر نبودم، ولی شما بیشتر این جانور رو میشناسی. آخه این چیه؟ این قوه قضاییه؟ والا از همون ابتدای انقلاب هم قسمت دادستانی انقلاب آقای لاجوردی مستقیم با احمد آقای خمینی و شخص آقای خمینی مرتبط بودند و اونجا شد تویول مؤتلفه‌ای ها و یک عده آدم پشت. بعد هم وزارت اطلاعات و غیره، اینها اصلا یک موجوداتی شدند که همون اول هم موجودات عجیب و غریبی بودند، ولی بعدها دیگه بالکل اگه 4 تا آدم هم 4 تا حرفی داشتن چیزی میگفتن همه رو کنار گذاشتن. بعدم آقای دکتر اون نسلی که به هر حال به قول پرویز دستمالچی میگه نسلی ما بودیم که میخواستیم همه چیز رو زندگیمون رو برای یه آرمانهایی فدا بکنیم، اون نسل به هر حال هر عیبی داشته، هر اشتباهی بهش منصوب کنی یک چیز رو راجبش نمیشه انکار کرد، نسل فداکار و از جان گذشته. ولی اون نسل به اونهایی که سالم بودن، به قول دکتر طبیبیان یه بار در یه مقاله نوشته بود من هرچی نگاه میکنم میبینم کسایی که باهوش بودن، سالم بودن، صادق بودن، به تدریج از مصادر کار کنار رفتن، عقب رفتن به حاشیه یا بالکل از حکومت رفتن بیرون. البته معدودیشون هم مخالف شدن و فعالیت سیاسیشون در جبهه مخالف ادامه دادن. از اون نسل اصلا خیلی خبری نیست دیگه. یک دو آدم دیگه‌ای پیدا شدن، آدم کش، دزد، فاسد و به هیچ چیز هم اعتقاد، به هیچ چیز آیده. من اینو به ضرس قاطع میگم، نمیخوام حالا روی آنتن این ماجرا رو نقم، ولی یکی از این معاونین شهرداری در زمانهای کرباسچی میگفت من وقتی بریدم، وقتی منو گرفتن که بازجو صاف برگشت، به عنوان یه بچه شیعه ای که حالا به هر دلیل به فاطمه زهرا داده، وقتی او رو به فاطمه زهرا قسم دادم گفت فحش نابدتر به فاطمه زهرا داد، اصلا میگفت من یهو شکستم دیگه، بریدم، اصلا فکر کردم تصویرم عوض شد، یعنی دیدم اصلا فکر میکردم مثلا حالا خونه آخر آخرش بالاخره اینا مثلا مسلمونن معتقدن و مدت هاست اصلا دکتر اینا اصلا موجودات دیگری شدن. ببینید راجع به اون چهره زشت بحث قبلیمون، چهره زشت پاچه‌خواری، مداهنه و عرشبت دنبال روی و حرفایی که یک عده متاسفانه تحصیل کرده دانشگاهی زدن، این به نظر من دردناکتر از حرفایی است که موحدی کرمانی نادان یا آخوندهایی که هر رو به تشخیص نمیدن میزنن. برای اینکه دیگه از آقای دکتر مرندی که تحصیل کرده امریکاست، قسم نامه بقراط رو امضا کرد، از آقای نمکی که ظاهرا تحصیلاتش داروسازیه، یا بقیه پزشکایی که 110 نفر امضا کردن، دیگه هیچ عذر پذیرفت، از آقای ظریف پذیرفت، اینها دیگه انقدر یه دونه بلدن اقلا به انگلیسی هم 4 تا گوگل سرچ کنن راجع به این واکسن‌ها بخونن، اینها دیگه نمیشه ازشون پذیرفت که بیان توجیهگر این باشن که واکسن آمریکایی و انگلیسی بده و رهبر خیلی عالی گفت. یا اون خانم از شبت که مینو مهرس که زمانی استاد دانشگاه تهران بود ولی برقیچی آقای ولایتی شد و
به فساد آلوده شد و هر شب حالا حرف میزنه. زمانی استاد خیلی خوبی هم بود. ولی از اینا دیگه پذیرفته. اینا میدونید چهره زشتی هن اینا که آدم رو یاد اون لیزنکو میندازه که در شوروی مدت ها پول میگرفت برای اینکه ژنتیک رو بگن کشف ژن ها شده بود و ژنتیک به نظریات مارکس نمیخورد، بگن ژنتیک دروغه. یا البته یادم رفت اون فیزیکدانی که مدت ها از نازی ها پول میگرفت ثابت کنه تئوری نسبیت عام اینشتین غلطه چون اینشتین یهودی بود. یعنی اینا دیگه آقای دکتر تو حکومت های توتالیتر اتفاق افتاده قبلا، مدت ها چون لنین مزخرفی گفته بود توی کتاب ماتریالیسم اند امپریوکریتیسیزمش که دنیا تضاد مثبت و منفی و نمیدونم اینا، در اتم هم پروتون و الکترون مثال آورده بود. بعدن 20 سال بعد 15 سال بعد چادویک دانشمند انگلیسی نوترون رو کشف کرد، ذره خونسا بود و مدت ها نوترون در شوروی ممنوع بود ازش حرف زد چون به تئوری مارکس نمیخورد. این حرفا عین همون اتفاقاتی است که در شوروی کمونیستی یا در آلمان نازی افتاده و چهره زشت انکار حقیقت، انکار علم از جانب کسایی است که آموزش یافته علم هستند. دیگه اینا رو نمیشه گفت نمیفهمه. موحدی کرمانی اومد یه چیزایی گفت، او همین جوریش هم آدمش، یا مثلا نمیدونم این علم الهدا یا بقیه اینایی که مجسمه جهالت و نادانی هست. ولی دیگه آقای دکتر مرندی یا آقای دکتر نمکی یا دیگران یا خانم دکتر مهرز اینا رو دیگه نمیشه بهشون گفت شما نمیفهمید، یعنی غلط میکنن نفهمن اگرم چیز باشه. ببینید این ها اون چهره های زشت. دکتر عزیزم اجازه بده روی دو تا نکته بدیم. یکی این که آقای بایدن یه گفتگوی تلفنی با پوتین داشته که در این گفتگو صحبت کردن، راجع به ایران هم حرف زدن. آقای ظریف هم تشریف بردن به مسکو، حالا اون خضوع و خشوع در برابر لاوروف واقعا خجالت آور بود. یه وقتی وزیر خارجه ایران خلعتبری بود، حالا وزیر خارجه ایران کیست؟ باری سوالم اینه، شما در واشنگتن چی میشنوید الان درباره صد روزه اول؟ ایران در کدام اولویت قرار گرفته؟ و آیا رویای آقای ظریف که آقای جو بایدن گلم سر قبر قاسم سلیمانی میذاره، این رویاها که به دیوار خورد وقتی جو بایدن گفت صهیونیسته و کشتن قاسم سلیمانی رو میپذیره توجیه میکنه، فکر کنی الان کجا ایستادیم؟ آقای بایدن کجاست؟ وزیر خارجه جدیدش خب یک شخصیت برجسته، چه میاندیشه، چه نگاهی داره؟ این چیزی که شما میدونید برای ما بازگو. ببینید کابینه آقای بایدن مهره های کلیدی مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی، یعنی کسایی که دور میز شورای امنیت ملی امریکا میشینن و اساسی ترین تصمیمات سیاست خارجی امریکا رو میگیرن، اکثرشون در اصطلاح کابینه آقای اوباما جزو به اصطلاح برجام بودن، در وزارت خارجه بودن و تو اون تیم هم کار میکردن، به کارهای دیگه هم میکردن. این خیلی امیدواری داد به حکومت ایران که اینا بی قید و شرط برمیگردن به برجام و پول آزاد میشه، چون همه مشکل آقای خامنه ای هم که پشت پرده، به این اشوه شطوری ها ایشون نگاه نکنین، علنی با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه در خفا، الان پول بخواد. 70 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران گیر تحریم های آمریکاست. ایشون فوری فوتی 15 برای مردم ایران هم نمیخواد، 15 میلیارد دلار باید بده به این تروریست هایی که تو منطقه داره، وگرنه دارن میرن سراغ قبله های دیگه. حماس نامه به عربستان می نویسه و عرض شود که سوریه، حتی حوثی ها، حتی حوثی ها دارن، بله حتی بیرونشون بکنن اینا. بنابراین ایشون این امپراتوری ترور و قاچاق و وحشتی که درست کرده پول میخواد. حالا لبنان و عراق که وا موسی
همین طالبان که اومده تهران ایران مشغول میشه، حداقل بخشایی از طالب، و اینا مگه بهشون پول ندید بالا نمیشن بیان ایران بشینن حرف بزنن. بنابراین خامنه ای پول میخواد بود و شکمشون رو صابون زدن که حتی تا قبل از رفتن دولت روحانی در ماه خرداد اینها هول کنن کابینه بایدن و بگن ما میانه رویم و اگه ما بریم اون لولو خورخوره ها میان، اون خیلی پلیس بدا میان سر کار، باید با ما بسازید خودت فوری فوتی برگردین. بعدم شرط و شروط میذارن. آقای تخت روانچی در نیویورک پشت پرده، خب مثل ترک تو در واقع از قبل از قسم خوردن آقای بایدن صحبت رو شروع کرده بود، 7 تا چیز نوشته بود که قبلنم البته آقای موسویان که کانال اینها هست 9 تا چیز رو نوشته بود، 2 تاش که خیلی پرت و پلا بود که امریکا باید برگرده پولا رو آزاد کنه، اولم برگرده بعد عرض شود که حتی جریمه بده تا بعد ما مثلا این نقض برجام که کردیم ما هم برگرد. ببینید این وعده ها الان به یه اشکال اساسی خورده. گفت بقول حافظ که علایا یا ساقی ادر که اصلا ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. آقای بایدن برای برگشتن به برجام الان به مشکلاتی خورده. دریساس یه مقاله مفصل و یه مقاله اصطلاح کوتاهی هم در واشنگتن پست نوشته بود که این اشکالات رو شمرده بود، مشکلات بایدن رو. اولا بایدن در برگشتن فوری به برجام و آزاد کردن پول ایران تو همین سوال جواب از وزیر خارجه و وزیر خزانه داری و وزیر دفاع و وزیر امنیت ملی و ایناش که در سنای امریکا اینا رو سینجیم میکنن تا بهشون رأی بدن، به همشون هم رأی دادن، این یکی از سوالای ثابت سناتورها از دو طرف راه بود، یعنی دموکرات و جمهوری خواه، این بود که با ایران میخواین چیکار کنید، پول ایران آیا آزاد میکنید؟ خانم جنت یلن وزیر خزانداری به صراحت گفت نه، ما FATF رو اینا امضا نکردن، شفاف نیستن، پشت با ایران بزرگترین حامی تروریزمه، بنابراین ما به این سادگی پول رو آزاد نمی کنیم. بنابراین اولین مشکل بایدن اگر تصوری که ایران داره بخواد انجام بده نیست که با کنگره در می افته. کنگره که بهش احتیاج داره، هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا و حتی هم حزبیای خودش به جمهوری خواه هم احتیاج داره. اشکال دومی که بایدن باهاش مواجهه فشاری است که اسرائیل و عربستان بهش میارن. هر دوی اینها به خصوص اسرائیلی ها به هیچ وجه راضی نیستن که پول دوباره دست ایران بدن، چون میدونن میشه گله و موشک و بمب برای اسرائیل و بعدم بقیه کشورهای منطقه. این است که رئیس ارتش اسرائیل اعلام کرد که اگر آمریکا به برجام برگرده اسرائیل دستور طرح بررسی طرح حمله به ایران رو در دستور بله، قرار بله، بله. بنابراین و میدونید اسرائیل اگر با ایران درگیر بشه امریکا بخواهد نخواهد، بایدن باشه ترامپ باشه هر کی باشه 100% پشت اسرائیل باید بیسته و میسته، البته بدون هماهنگی آمریکا این کار رو نمی کنه. برای اسرائیل انقدر حیاتیه که رئیس موساد رو مأمور کرده از طرف دولت مستقیما با دولت بایدن ارتباط داشته باشه، ضمن اینکه سفیر اسرائیل در واشنگتن هم خارج از کریر دیپلماتیک رفیق نزدیک شخص آقای نتانیاهو است و فشار اسرائیل و لابی نیرومند یهودیان امریکا هم هست. بنابراین اینم اشکال دوم است که آقای بایدن یک نکته در نظر بگیریم. یک نکته اضافه کنم، رژیم در مورد اسرائیل همیشه از مهره های خودش بهره میگیره. آنچه من ظرف 3-4 روز اخیر مطلع شدم، ابو مازن اجازه گفتگو با حماس رو برای انتخابات داده و مذاکراتی بین دو طرف شروع شد که خب این برای جمهوری اسلامی خبر خوشی نیست، یک انتخابات سرتاسری برای پارلمان و ریاست جمهوری و این بسیار خبر خوبی برای فلسطینیا بوده، اسرائیل هم حمایت میکنه الان از این طرف، بنابراین جمهوری اسلامی و
امروز هم خدمتتون عرض کنم، دیروز نیروهای اسرائیلی در جولان وارد خاک سوریه شدن، حتی چند تانک وارد شدن و بسیج کرده اسرائیل نیروهاشو سر تا سر مناطقی که مشترک میشه با نیروهای رژیم اسلامی و تفلک افغانهای بیچارهی رو که بردن اونجا. بنابراین اسرائیلی ها خیلی جدی هن در این زمینه و اگر آقایون سپاه اوهامی دارن باید بدونن اسرائیل بسیار جدی است. سفارتش هم در امارات باز شد، چه سفارتی درست کردن، تشکیلات نظامی، تشکیلات امنیتی در بحرین و در امارات، دو روز دیگه هم در مسقط و در قطر، در سودان هم که همکاری‌هاش دارن، اصلا استراتژیک شد، یعنی یه چیز عجیب غریب. به هر حال میخوام بگم ما شاهد هستیم در لیبی الان گفتگوی سازش هست، در حتی یمن حوثی‌ها برای اولین بار نشستن سر میز، اسرا رو دارن مبادله میکنن. جمهوری اسلامی کلاهش پس معرکه است، آیا اینطور نیست دکتر؟ بله، به خصوص اینکه روس‌ها در منطقه، ببینید روس‌ها با اسرائیل رابطه سنتی قدیمی دارن، 1.5 میلیون یهودی روسی الاصل در اسرائیل زندگی میکنن، خیلی هاشون در رده‌های بالای حکومتی قرار دارن و روسیه به هیچ وجه رابطهش با اسرائیل رو حاضر نیست فدا کنه، برای اینکه هم به اسرائیل در منطقه احتیاج داره، اصلا رابطه نزدیک داره، هم به لابی نیرومند یهودیان امریکا احتیاج داره. بنابراین روسیه الان همراه اسرائیل، تمام حملاتی که اسرائیل کرده چپ و راست، بیش از 2300 حمله کرده که 2000 خورده نقطه رو زده تو این حمله ها، حتی تا خاک عراق اومده جلو و زده. در تمام عملیات هوایی اسرائیل روسا هدفمند S-400شون رو خاموش کردن، در جریان بودن، به اصطلاح هیچ کاری نکردن تا اسرائیل بیاد کارشو بکنه و بره. بنابراین الان در سوریه اسرائیل و روسیه همراه هم میخوان ایرانو بیرون کنن. جالب، دولت اسد هم میخواد این کارو بکنه، برای اینکه بله، جمهوری اسلامی دیگه پولی نداره بهش بده و فقط یه عده نفوذ داره و مثل عراق یه مشت فاسد لابلای حکومت اسد پرورونده که نمیذارن رئیس جمهور یا نخست وزیر مثل عراق کارشو بکنه و مثل مدل سپاه در ایران. بنابراین ببینید این مشکلات، مشکل دیگه ایست که بایدن باهاش مواجهه. مشکل سوم این است که این قلدوری های جمهوری اسلامی که میخواسته بگه من یه قدم به بمب اتمم، حالا خود این محل صد تا سواله که اصلا اینا کلی کارا کردن و به سازمان انرژی اتمی هیچ وقت گزارش ندادن حتی بعد از امضای برجام، و کلی از این اتفاقاتی که افتاده، این اخیرن که 20% غنی میکنم، اورانیوم فلز میسازم، نمیدونم سنتریفوژ فلان، و برجام رو رسما نقض کرده، این یه مقداری سکنجبین صفرا فزود شده، برای اینکه بایدن اگر چشمش رو ببنده، به قول دنیسراس وقت در هیئت یک رئیس جمهور خیلی ضعیف ظاهر میشه، چیزی که نباید بکنه. امریکایی که آقای آنتونی بلینکن اولین نکتهش این بود که تزش هم هست، قبلا هم همینو میگفت، که امریکا باید برگرده به رهبری دنیای آزاد. بله، دوره ترامپ کنار رفته بوده، امریکا قوی ترین قدرت نظامی سیاسی اقتصادی دنیاست، اولین دموکراسی جدید مقید به قانون اساسی، و اگر اینجا رو خالی کنه، آقای بایدن تو نطقش هم گفت که نه به زور بلکه با نمونه کردن آمریکا، بلینکن میگه اگر اینجا رو ما خالی کنیم اون وقت دیکتاتورها مثل چین و اینا میخوان پرش کنن برای رهبری دنیا، و بعد هم کشورهایی که بی‌نظمی ایجاد میکنن، مرادشون ایرانه، اینا پر رو میشن میان توی میدون برای صلح و امنیت جهان، بعد امریکا بیاد وایسه. وقتی ارتشش یک تنه بودجش بیشتر از 10 کشور بعد از خودشه، بنابراین باید این رو به دنیا نشون بده و بتونه مدافع، به قول روزولت، فرانکلین دلانو روزولت میگفت ما ارتش دموکراسی باید باشیم. در صورت ببینید این اشکالات الان پیش روی دولت آقای بایدن، ضمن اینکه دولت آقای بایدن خیلی جالبه، حالا عمدی درش بوده یا
همینطوری شده، بیشترین تعداد متدین به دین کلیمی رو در کابینه آقای بایدن ما داریم. یعنی همین آقای آنتونی بلینکن که در خواندش یه هالوکاست سوروایور هستن، یا آقای جیک سولیوان که اساساً یهودیه، یا رده های مختلف، خانم جنت یلن مثلا وزیر خزانه داری، یا در رده های مختلف به قول یه دوست ما میگفت در واقع به نوعی میشه گفت کابینه ایشون ائتلاف یهودیان و کاتولیکاست، در حالی که مذهب اول امریکا پروتستانتیزمه. بنابراین میخوام بگم کابینه آقای بایدن از این جهت هم کابینه عجیبی است. و به هر حال ببینید، من حیث المجموع من نمیدونم دقیقاً چه کار خواهد کرد، چون هنوز در حال دل خوردن. آقای بلینکن تازه پریروز رأی اعتماد سنا رو گرفت، رفت وزارت خارجه. ولی یک چیز رو میشه گفت، بایدن اوباما نیست. همین رو میخواستم بگم آقای دکتر سازگارا، سرعت قبولی نامینیت ها در مجلس خیلی برای من جالبه. یعنی حتی جمهوری خواهان رأی مثبت میدن و یعنی گزینه هایی است که گزینه های شایسته ای هستند و دعوای حزبی روشون نمی کنن. این برای من خیلی جالبه. ببینید یه مقدارم حزب جمهوری خواه به دلیل کارهایی که آقای ترامپ کرد تو شکاف ایجاد شده. حزب جمهوری خواه در بحرانه و فهمیدن اون اراذل و اوباشی که به کنگره امریکا حمله کردن، این خیلی تأثیر عجیبی گذاشت. و شما میبینید جز 10-15 نفر توی مثلا سنای امریکا از جمهوری خواه، الباقی جبران و مافات دارن میکنند و برای حفظ امریکا، چون آقای بایدن هم دائما تکرار میکنه که اولویت یکش اتحاد در امریکاست، دوستی و همدلی در امریکاست، و این باعث شده که خیلی سریع دارن به وزرای آقای بایدن هم رأی میدن. کلیدی ترین وزیراش الان رأی رو گرفتن. یعنی جالب بود. احتمالاً بله، احتمالاً بقیه هم هر کدوم البته میرن کمیته تخصصی سنا، ولی احتمالاً در یه قیام و قعود ممکنه بقیه اعضای کابینه هم رأی بدن، تموم بشه بره تا هفته آینده. بنابراین دولت به هر حال اولویت اول دولت بایدن طبیعتاً کروناست. هم میدونن، خودش هم گفته، هر دولتی در دنیا الا آقای خامنه ای در ایران، هر حکومتی در دنیا الان اولویت یکش کرونا، برای اینکه همه چیز در گروه این قرار گرفته. اقتصادا خوابیده تا کرونا حل نشه حل نمیشه. درسته دکتر سازگار، اگر موافق باشی، اگر موافق باشی ما هفته دیگه که تقریبا بیشتر اون وزرای کلیدی مشخص شدن، یه ارزیابی رو کل کابینه بکنیم، روی سیاست ها و اولویت های آقای بایدن، بعد روی اعضای کابینش، اونا که اهمیت دارن، خزانه دار کل، وزیر خارجه، بله، دبیر شورای امنیت ملی، اگه موافق باشین کارو بکنیم، چون بر مردم جالب. ببینید اولویت اول آقای بایدن طبیعتاً در 100 روز اولش سیاست خارجی نیست، بلکه کرونا، اقتصاد و اتحاد و همدلی در آمریکا. ولی در سیاست خارجی هم اولویت اولش ایران نیست، اولویت اولش چین الان روسیه است، که ظاهرا پیروز آقای بایدن خیلی تند صحبت کرده به پوتین، برعکس ترامپ که هیچ وقت خاطر آقای پوتین را آزرده نکرد. بایدن بسیار محکم و گفته امریکا قاطعانه عمل خواهد کرد، دخالت در انتخابات آمریکا یا هکرها یا مسئله آقای ناوالنی و اعتراضات صلح‌آمیز در سراسر روسیه و موارد دیگه. و بعد میرسه به خاورمیانه، جلوتر از اینام اتحاد با اروپاست، که الان اروپاییان در مورد خاورمیانه خصوص فرانسوی ها بعد از صحبت ماکرون بایدن به ایران هم گفتن که باید اول همه نقض ها رو کنار بگذاری و سیاست های منطقه‌ای و موشکیت هم روی میز باشه. دکتر وقتمون تموم شد، به همینجا بسنده میکنیم، ولی همونطوری که گفتم اینقدر مسائل جهان، مسائل ایران پیچیده شده با وضع کرونا و بی‌لیاقتی رژیم، مسائل جهان هم در برابر ماست. حتما با دکتر سازگارا دو هفته دو
دو هفته غایب بودین، ما مشکلات دنیا رو حل نکردیم با هم. شما امیدوارم یه فرصت بیشتری با شما داشته باشم که این حرفا رو انجام بدیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار نازنین عاشق مهربان.